آب زنید، راه را هین که نگار میرسد. مژده دهید باغ را، بوی بهار میرسد. جمله دقیقا این بچه دقیقا داره اینه میگه. آب زدید راه را هین که نگار برسد. اگر اینجوره مژده دهید باغ را، بوی بهار میرسد. این برنامه مخصوص ریستارتی های عزیزه و دیگران با گوش کردن برنامه ریستارت از اول تا اینجا، از اینجا به بعد رو متوجه میشن. اما شما ریستارتی های عزیز که دارید این برنامه رو نگاه میکنید، چون در مرز مولوی هستیم و خب وقتی بخوایم مرز مولوی رو رد چیم ازش، باید برسیم به نگرش عطار. وقتی وارد عطار بشیم، در اصل شما دیگه فوق دکترا پی اچ دی دارین در ادبیات عرفانی، یعنی لایه یک طلب عرفانی رو شما دکتراش گرفتید. و همین خاطر یواش یواش باید یه خورده مطالب رو بیشتر برای شما باز کنیم. چه چیزهایی رو تا الان گفتیم؟ گفتیم که کره زمین و جهان هستی چگونه تولید شده. یعنی گفتیم که هر چی ما میریم جلوتر و هر چی علم پیشرفت میکنه، فقط حرفای ریاستی ها رو تایید میکنه. و توضیح دادیم که خدا همه چیزش علمیه، یعنی هیچ حرفی رو به جز علم و دانش ما از خدا نشدیم. و همین خاطر فقط مطالب علمی رو ما ریستارتی ها میفهمیم. پس چرا اسم این برنامه برنامه علمی عرفانی ریستارته؟ برای اینکه علمیه بعد عرفانیه. چرا؟ چون علم باید وجود داشته باشه که عرفانی توش باشه و شناختی توش باشه و بتونی بفهمی. اینکه نکاتش اینه، یعنی اینکه پس هرچی علم میره جلوتر، دانش بشریت میره جلوتر، ادیان جوابی ندارن، آتیست ها احمقتر جلوه داده میشن. ممکنه با دروغ بتونن کارایی بکنن، اما در حقیقت به این نتیجه میرسن که لا اله، هیچ وجودی، هیچ کس نیست الا الله. یعنی دو وزنه دین ها، بی دین ها و دین ها بازی رو میبازن. پس شما ریستارتی ها از این که علم پیشرفت میکنه نباید بترسید. هرچی علم پیشرفت میکنه، دنیا به سمت ریستارت بیشتر حرکت میکنه. مثلا میگن که علم جنین شناسی، ما رسیدیم به جایی که میتوانیم انسان بیافرینیم، پس خدا وجود نداره. چهار تا بزغاله دور هم میشینن، خرد خریت جمعی تولید میکنن، اندیشهشونو میدن بالا و با لایه دروغ این کار رو انجام میدن. و چون مردم کل مطلب رو متوجه نمیشن، گول میخورن. یعنی حرکتشون میره به سمتی که همیشه شکست میخورن. و همینطور سالها میاد میره، ببینیم که دانش تفکری مردم بیشتر نشده، سوادشون رفته بالاتر. این وقتی برمیگردیم به گذشته، میبینیم که دیگه ما سعدی نخواهیم داشت، مولوی و حافظی نخواهیم داشت. سخت‌تر پیدا میشه بین جمعیت. جواب دانشمندان، جوابی که کاملا مشخصه، ما تو برنامه‌ها توضیح دادیم، گفتیم که آقا خدا علمی آفرید، اول جهان آفرید، بعد یه کره زمین هم توش تولید کرد. مثلا در این کره زمین هم علمی همینطور موجودات رو آفرید، این موجودات یواشش تبدیل شدن به انسان. پس علم جنین شناسی داره میره به کجا؟ به جایی که بتونه حیوان تولید کنه، نه انسان. چرا؟ چون خدا وقتی که موجودات شبیه ماها شدن، یه خورده بیشتر دیو و دد تولید شد،
پشمالوتر شدن، قد بلندتر، قد کوتاهتر، شبیه ما که شدن، اون وقت خدا سکس کرد با یک خانومی به قول خودمون به نام حوا و بچه ای تولید کرد به نام آدم، که این آدم شد اولین انسان کره زمین. پس قبل از حضرت آدم این همه حیوان داشتن زندگی میکنن شبیه من و شما بودن. دی ان ای وارد بدن اینا شد. پس علم جنین شناسی داره میره به سمت کجا؟ میره به سمت این که قبل از حضرت آدم حیوان رو پیدا کنه. پس یه روزی دانشمندا میتونن موجودی به نام انسان بیافرینن؟ نه. میتونن موجی شبیه من و شما بیافرینن؟ بله. یعنی این که الان یه موجود درست میکنن با حافظه تفکری ما در علم جنین شناسی و یه بچه تولید میکنن و حرف میزنه و روح داره کاملا. این که خب خدا رو میبره زیر سوال؟ که خدا رو زیر سوال نمیبره. خدا از زمانی زیر سوال میره که اینها ثابت کنن علمی که بچه‌ای که تولید میکنن به بهشت میرود. یعنی ز بالاست و بالا میرود. دانشمندان میتونن بابای حوا رو تولید کنن اما نمیتونن بچه حوا رو تولید کنن. دانشمندان نمیتونن روح الهی رو تولید کنن ولی روح حیوانی میتونن تولید کنن. بعد روح حیوانی وجود داره، احتیاج نداره که دانشمندان احمق تولید کنن. وقتی من میمیرم در قبر موام داره رشد میکنه، این همه اعضا و جواره من داره رشد میکنه تا منفجرشم بات کنم به ترکم. پس اینا زنده است. پس انسان فرقش با حیوان در چیه؟ اینی که حیوان روح حیوانی داره، انسان هم روح حیوانی داره هم روح انسانی داره. این روح نمیتونن بیافرینن. حالا به جز اینکه در بیگ بنگ شکم مادرم نتونستن تالا پیدا کنن و هیچ تالا پیدا نمیکنن. یعنی باید توی یه جایی هست که یک انفجاری تولید میشه که میتوز میوز تولید میشه، میتونن این شکم مادری رو تولید کنن که بچه تولید چه، اما نمیتونن بفهمن تو اون لحظه انفجار چی اون توه. برای فهمیدنش باید سعدی خونده باشن، باید مولوی خونده باشن. و چون دانشمندا اصولا دارن به سمتی پیش میرن که مولوی رو نمیتونن بخونن و بخونن هم نمیتونن بفهمن، پس فکر میکنن که با دروغ گفتن که ما جنین آفریدیم، نه شما حیوان آفریدیم، نمیخواد قبول کنه. یعنی پس ما میتونیم یک کامپیوتری مثل بچه در شکم مادر تولید کنیم یا بیرون توی دستگاه که این بچه شه و بعد راه بره، حرف بزنه، فکر کنه. ولی با من فرق داره. فرقش با من اینی که من دو راه دارم، یا میرم پایین یا میرم بالا. ز بالا هم و بالا میروم. ولی اون بچه که دانشمند تولید میکنن بچه ای که میمیره، مثل موجودات دیگه زندگی میکنه و میمیره. پس ما نظریه داروین رو تو برنامه توضیح دادیم. هرچی این پیشرفت کنه میرسن به جایی که به جز خدا نبینن، موفقیتی در اونها وجود نخواهد داشت. و در برنامه های قبلم توضیح دادیم از حضرت آدم، یعنی اولین ژنی که وارد کره زمین شد تو این حیوان ها، تا زمان نوح دین یه شکل دیگه ای داشته. بعد از نوح دین به صورت رسمی تر آغاز شده تا رسیده به محمد ابن عبدالله. اما قبل از محمد با بعد از محمد یه تفاوتی داشته. قبل از محمد و شاید بهتر بگیم قبل از مسیح، چون مسیح هم خیلی شبیه محمد ابن عبدالله بوده ولی با دو نگرش متفاوت. تا قبل اون موقع همه آدم‌های صوفیسم‌ها، انسان کامل‌ها، امام زمان‌ها، هر فردی رو که تربیت می‌کردن اسمشون پیغمبر بود. خودشون پیغمبر. مثلا شما میگه ابراهیم مثلا فلان فرد و فرستاد پسرموشو به نام لوط. لوط در اونجا پیغمبر شمرده میشه، یعنی مردم بودن ایشون پیغمبر. یا آریستوکراسی در اون موقع تولید میشه، یعنی اینکه چون لوط به دستور ابراهیم داشت
تو اون مکان زندگی میکرد با مردم، به همین خاطر حکومت آریستوکراتی به نوعی میخواست تولید کنه توش، هرچند که نکرد به خاطر اینکه نمیتونست این کارو بکنه برای نگرش، ولی با اون اجازه اگر میخواست که پادشاه باشه و این کار انجام بده پیغمبر بود، پادشاه نبود. اگر به پادشاهی میرسید میتونست این کار انجام بده. پس در دوران گذشته حکومت ها به شکل آریستوکراتی در زمانهایی مثل داوود، مثل سلیمان و مثل بعضی ها به وجود اومد چون پادشاه صوفی بود یا پادشاه صوفیست بود. اما بعد از محمد این اتفاق نیفتاد، دو رشته کاملا مجزا تولید شد به نام شریعت و به نام طریقت. یعنی که سنی ها و شیعه ها الان میگن که راویان، نوع نگرشونی که راویا چی میگن، که اجماع و خیلی چیزهای دیگه و مشورت و و اونها در شریعت کارشون چیه؟ یک تولید موجوداتی که تحصیل میکنن، آدمهایی که تحصیل میکنن تا به تو یاد بدن که آقا مثلا نماز 17 رکعته، همین نماز 17 رکعته چجوری بخونیم؟ اینجوری بخون. چجوری بریم کلیسا؟ اینجوری برو. چجوری بریم کلیسا؟ این کارها رو بکن تو کلیسا. تو توضیح بده، نمیتونی تو رو به سمت خدا ببره. راه رفتن به سمت خدا توسط طریقت اتفاق میفته. پس بعد از اسلام دو شاخه در جامعه رشد کرد، گروهی که شریعت و اجازه داشتن توضیح بدن، اینها نه پیغمبر بودن و نه عارف بودن و نه آدم فردی رو به سمت خدا برسونن، به اینها گفتن علمای دین، یعنی کسانی که درس میکنن، حدیثی رو حفظ میکنن و میگن. اینها 1000 تا بودن، 5000 تا بودن، اشکال نداشت. تو مسیحیت داشتیم، تو یهودی هم همین الان داریم، تو خیلی از ادیان این آدم ها هستن. یعنی میره درس مسیحیت میخونه و میشه مثلا کاردینال، میشه پاپ. این قراره که فقط توضیح بده که چی کار کنیم مسیحو، مثلا مسیح چی گفته، چجوری روزه بگیریم، 40 روز بگیریم یا 17 روز. و او هیچ وقت نمیگه که من تو رو نجات میدم به سمت خدا، میگه من اینو دارم توضیح میدم. پس میشه تشریح میکنه، توضیح میده. همین. اگر علمایی بگن ما شما رو به خدا میرسونیم، اون علما دیگه نیستن. چون عالم به کسی میگن که میگه آقا من در شریعتم، نه در طریقت. حالا که شریعت رو فهمیدی، آدرس دین رو توضیح میده. یعنی از عمر ابن خطاب سوال میکنن، سوال دینی داریم، میگه من حاکمم. سوال دینی داری برو پیش ایلیا ابن عمران، آدرس میده. پس عالم به کسی میگن که فردی میخواد به سمت خدا بره، سوال داره و سوالش میره از اون میپرسه، و اون فرد سوالی رو که میپرسه برای نجات به اون سوال فرد دیگه ای رو معرفی میکنه. پس بعد از محمد ما دیگه پیغمبری نداشتیم. اینه که میگن خاتم النبیین یا خاتم النبیین، منظورشون این نیست که شکلی به نام پیغمبر نداشتیم، منظورشون اینه که این فرد اسمش دیگه پیغمبر نیست، میتونه بشه اسمش شیخ، میتونه بشه اسمش صوفی، میتونه اسمش بشه عارف. تفاوتش با قبل محمد چی بوده؟ تفاوتش در این بوده که در طریقت یعنی کسی که تو را به سمت خدا میرسونه فقط یه نفره. در شریعت 5000 نفر میتونن باشن، 50000 نفر میتونن باشن و اونها شما رو به سمت خدا نمیرسونه. این شد فاز 2 و فاز 1. فاز 3 و اون اینی که راجع به مخاطب و مخاطب صحبت کردیم، که موضوع امروز برنامه ریستارت. میخوایم چی بگیم؟ میخوام اینه بگیم که شما ریستارتی ها یواش یواش باید خودتون رو برای حکومتداری آماده کنید. پس چون قراره که
بدونید که آریستوکراسی چیه و چگونه میتوانید حکومت داری کنید، مجبوریم که در این برنامه یواش یواش اسرار حکومت داری را به شما یاد بدیم که بفهمید که نوع حکومت ها رو از کجا میفهمیم، چگونه لیدرری ساب 22 تا قانون اساسی از کوروش داره که جهان نداره، و چگونه میشه حکومت داری کرد و این قوانین رو از کجا میشه به دست آورد. خوش آمدید به برنامه علمی عرفانی این بخش سیاسی و یه سال ویلکام می فرن. جل جل مو جل جل مو جل جل آی را 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 یک نظر بی به حسد جل خب میریم به سراغ جناب آقای سعدی. نمبر 1 سعدی با کی داره حرف میزنه؟ با مردم. مثلا سعدی وقت نداره با مردم حرف بزنه، اصلا حوصله اینکه با مردم حرف بزنه نداره. آقا حسینی پس مگه چیه؟ مگه مردم مگه چی هن؟ نه، مخاطب سعدی با ریستارتی هست، یعنی سعدی و مولوی و حافظ فقط با ریستارتی حرف بزنه، اصلا با مردم حرف نمیزنه. این اولین درسی بوده که خیلی مثل که الان یه ایرانی بیاد بشینه برنامه منو گوش کنه بعد میگه با ماه، اصلا با شما حرف نمیزنیم. ما شما دیگه باید از اول ریستارت رو گوش کنی، بعد که ریستارت رو گوش کنی تا الان میشه ریستارتی، وقت ما با شما حرف بزنیم. مثلا حرف با شما نریم بزنیم در این برنامه، حرف با شما نریم. شما برو برنامه بدون شر گوش بده، برو برنامه سیاسی رو گوش بده، و از الان نمیتونی وارد بشی به سیاست و بشینی برنامه ریستارت رو گوش کنی، چون به درد نمیخوره، شما تو نمیفهمی موضوع چیه. پس سعدی، جناب آقای سعدی فقط با ریستارتی ها حرف زده. قرآن هم همینطوری، فقط با ریستارتی هاست. اگر جایی میخواسته با مردم حرف زده توضیح داده. مثلا خیلی ها این احادیث اسلامی رو شنیدن، میگن که از الغیبتو اشد نومن از زنا. خب این به ریستارتی ها ربطی نداره، داره به آدم های مسلمون، به آدم های مسیحی و یهودی میگه الغیبتو اشد من از زنا. یعنی چی؟ یعنی اگر شما غیبت کنید خیلی بدتر از اینی که زنا کنید، و انگار که با مادرت در خانه کعبه در مکه داری سکس میکنی مقابل مردم. اما به مؤمنینی که میرسه تعریفش فرق میکنه. یعنی وقتی مخاطب صورتش در قرآن میگه یا ایلذین آمنو، بعد میرسه به یا ایلذین مسلمون، داستان فرق میکنه. به مؤمن یعنی کسی که ریستارتیه و امام زمان میشناسه و بعد خیلی چیزهای دیگه، به اون میگه که مؤمن غیبت کنی پشت سر برادر خودت، انگار داری گوشت برادرتو میخوری. نمیگه با مادر زنا میکنی تو کعبه. میگه تو میخوای بفهمی چه کار بعدی داری میکنی؟ شما مثل بقیه مردم نیستی که اگه پشت سر حسینی حرف بزنن انگار با مادرشون سکس دارن میکنن تو کعبه. شما انگار گوشت برادر مؤمن خودتو داری میخوری. چقدر بعده که گوشتشو بخوری تعفن داره. میخوام بگم شکلها چقدر فرق میکنه. گلستان سعدی از امروز شما ریستارتی ها یواش شروع کنید خوندن. درسته نشاید نفهمید، ولی میتونید بدانید تا حدودی. در گلستان سعدی 8 تا باب داره توضیح میده به ریستارتی ها.
چرا این مطلب گلستان اومده که از گلستان ما ببر ورقی؟ چرا؟ برای اینکه یواش یواش ریستارتی ها بدونن در زندگی باید چیکار کنن. یعنی در گلستان سعدی 8 تا باب باز کرده به ریستارتی ها و اونهایی که سوفیسم رو پیدا کردن، گفته در زندگی باید چیکار کنن. باب اول در سیرت پادشاهان گفته آقای ریستارتی اگر یه روزی وزیر شدی چیکار کن. یعنی داره به ریستارتی ها میگه، میگه آقای ریستارتی اگه وکیل شدی، نماینده مجلس شدی، اگر تو ایرانی الان لای سپاهی، اگر لای بسیجی، اگر رسیدی پادشاهی، نزدیک به پادشاهی، در سیرت پادشاهان، در مقام حکومت داری داری میرسی، یه روزی حسینی اومده میخواد آریستوکراسی کنه و تو ریستارتی این همه برنامه‌هاشو گوش کردی، حالا میخوای حکومت داری کنی، چی کار باید بکنی؟ نمیشه شد. پس باب اولش به تمام کسانی میگه که سوفیسمو پیدا کردن اما در حکومت آلمان نقش دارن، در هرم حکومت دموکراتای آمریکان، وسط ژاپنن، به اونها داره تدریس میکنه قدم به قدم، استپ با استپ، که آهای آقای ریستارتی که برنامه ریستارت رو گوش کردی، شما لحظه ای که نماینده مجلس یا وارد حکومت شدی باید چه کنی؟ و در این برنامه فقط میخوایم یه خورده باز کنیم مطلب. پس این کتاب هیچ ربطی به مردم نداره، مردم هر چی بخونن این همون برنامه که ریاست گفتم. قسم به مسیح، قسم به امام زمان، قسم به مهدی، قسم به مشیح، قسم به شیانت، قسم به ولعصر، یعنی به اون ان الانسان لفی خسر، همه انسان ها بدبختن، زیانکارن، دهنشون سرویس، الا الذين، مگر کسانی که آمنو سوفیسم رو پیدا کرده، ایمان آوردن، مسلم نیستن، مسلمون نیستن، الا الذين آمن، اونه که ایمان آوردن و تواصوا و عمل صالحات و کار خوب کردن. پس اول ایمان آوردن بعد کار خوب کردن و تواصوا بالحق، روی حق وایسادن، باج نگرفتن، پول نگرفتن. تو سازمان امنیتی وقتی داره حقوق میگیره، بچه ساواک بوده یا بچه وزارت اطلاعات بوده یا بچه اطلاعات سپاه بوده یا هر جایی بوده، پولش رو گرفته، حق رو میشناخته، رو حق پافشاری کرده، خیلیش کشته شده. خیلی از سپاهی ها، خیلی از بسیجی ها همین در حکومت ایران کشته شده بخاطر رو حقشون بایستده. و تواصل به حق و تواصل به صبر، رساله ها سانسورش کرده، صدات وصل دارم به تو در تدریس میکنه، میگه اهای به قسم میخورم بچه ریستادی، قسم به ولعصر، قسم به مسیح زمان در تاریخ، آقا اگر یه سارت پخش بشه سانسورش میکنه، همین بندنش. و تو باید تواصل به صبر کنی و صبر کنی تا صبر کنی تا گوشایش بازشه و رو حرفت باید وایسی و حقت باید وایسی. حق نداری خودتو بفروشی به FBI، به MI6. چرا؟ چون تو حق فهمیدی MI6 خره کیه، تو رئیسی، تو آدم مهمی هستی الان. پس تواصل به حق و تواصل به صبر، صبر کن، نترس، هیچی نمیشه، خوشگله بد کاری بکنه میکنه. باب اول و جناب آقای سعدی واز میکنه در سیرت پادشاهان. چرا؟ چون ریاستی هستن در حکومت، به اونا میگه چی کار کنید. من یه داستانش بگم میکنم، نمیخوام الان باز کنم، میخوام یه خورده مطلب رو باز کنم که شما وقتی دید میخونید بگید اه بفهمید. پایه های مخاطب شناسی رو وسط توضیح بدم که تو وقتی سعدی رو میخونی یواشش خود بفهمید. نسبت اول میگه پادشاهی را شنیدم به کشتن اسیری اشارت کرد، بیچاره در حال ناامیدی. رهبر یک کشور، مقام معظم یک کشور، رئیس جمهور یک کشور، پادشاه یک کشور، هر کس، سلطان، اشاره کرد به کشتن یک نفر، گفت بکشیدش. در حال ناامیدی، اون ناراحت شده بود دیگه، داشتن میکشتنش دیگه، ملک رو دشنام داد، گفت مادرت فلان، خال مادرت فلان، به ملک گفت، به پادشاه.
دشنام دادن گرفت و سخت گفتن است که گفتن هر کس دست از جان بشوید هر چه در دل دارد بگوید. فوش داد منطق هم میاره سعدی، گفتن دیگه هر کسی که دست از جان بشوید هر چه در دل دارد بگوید. بعدها برتولد برشت اینو، بعدها برنارد شاو اینو، بعدهاش ویلیام شکسپیر این جمله رو یه جور دیگه گفت. برنارد شاو میگه زن و شوهر زمانی که با هم دعوا میکنن ذات کثافتشون میزنه بچه کجا، تا وقتی که با هم خوبن که عزیزم خوشگلم اینا، لحظه عصبانیت و دعوا فوشایی که میدن میفهمن این اصل و عصب داری یا نداره. میگه همین وقتی که یارو در جونش بیفته در خطر هر آنچه در دل دارد بگوید. وقت ضرورت چون نماند گریز دست بگیرد سر شمشیر تیز. حالا عربی ملک پرسید چه میگوید، پادشاه پرسید که چه میگوید. یکی از وزرای نیک محضر گفت ای خداوند همی گوید که والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. ملک را رحمت میگه که ایشون گفتش که خشم تو کاظمین خشم کن، خشم تو بخور و آدم خوب آدمیه که مردم میبخشه و عافیت میده، یعنی بخشش میکنه، مهربون رحمان رحیم به مردم، خشمش میکنه مجرم پیدا کرد نمیکشه. ملک را رحمت آمد، دلش سوخت پادشاه، خوشش اومد از سر و از سر خون او درگذشت و گفت برو، ازش گذشت، گفت اوکی ولش کن گناه داره. او پادشاه باید ببخشه دیگه، منظورش اینه چون پادشاه ما اشتباه کردی تو باید ببخشی، گفت باش ببخشید. یه وزیر دیگری که ضد او بود گفت ابنای جنس ما را نشاید در حضرت پادشاهان جز براسی سخن گفتن. نباید گفت، باید در مقابل پادشاه راست گفت. و به پادشاه گفت آقا ایشون اصلا این حرف نزد، گفت به شما فوش داد. گفت چی گفت؟ گفت مثلا گفت مادرتون فلان، اون آقا وزیره داره دروغ میگه، من دارم به شما راست میگم چون من در وزیر هستم که راست میگم. هر که شاه آن کند که او گوید حیف باشد که جز نکو گوید. اینجا میگه پادشاه گفت که تو گفتی که روی آیندار مسیح بود بنا این حالا خیلی بندن گفتن در روغ مسئلت آمیز به که راسته فتنگیز. دروغ مصلحت آمیز به که راستی فتنه انگیز. بر طاق ایوان فریدون نپشته است، نوشته شده که جهان ای برادر نماند به کس دل اندر جهان آفرین، دل اندر جهان آفرین بند و بس. مکن تکیه بر ملک دنیا و پشت که بسیار کس چون تو پرورد و کش. آهنگ رفتن کند جان پاک چه بر تخت، چه بر تخت مردن چه بر روی خاک. پس به شما میگه که اگر وزیر شدی، وارد حکومت شدی، به سادگی دروغ بگو. پس آیری استارتی اگر دیدی جان فردی در خطره و داره میکشنش و داره میمیره و مردمه، یعنی اون میشه مردم، اون میشه حاکم، به سادگی دروغ، چون دروغ مصلحت آمیز بهتر از راست گفتن. خب شغل شما چیه؟ اداره برقم، دروغ میگویم، گوه میخوره دروغ میگویم. نه راجب حکومت میگه، من روی استارتی هستم در اداره برقم، نمیتونی دروغ بگی. اما روی استارتی وزیری چی گفت؟ پس در باب سیرت پادشاهان داره با ریستارتی های تو حکومت حرف میزنه. شما اگه اینو بخونید یواش یواش به شما داره تدریس میکنه که چه حکومت کیه،
حاکم کیه، چه قوانین در حکومت باید باشه، چگونه آریستوکراسی میتونه شکل داده بشه. پس فرق اپوزیسیون ریاست با گروه های دیگه اینه که گروه های دیگه راست و دروغ میگن. به قول میگفتش که درود بر پسر اولم، بعد مرگ بر پسر دومم، نمیدونم چیشی لعنت به پسر سومم. برای گفت فرقش چیه؟ گفت پسر اولم درود به راست میگه میشه، پسر دومم دروغ میگه لعنت بهش، من میدونم دروغ میگه، ولی پسر سومم نمیدونم، بعضی روستا راست میگه بعضی موقع دروغ میگه، من نمیفهم چیه. حالا این مادر فلان های در حکومت های جهان پسر سومم تقریبا اونجا قصه یه بعضی موقع دروغ میگن بعضی موقع راست میگن، ما نمیفهمیم چیه. اپوزیسیون اصلا اینجوری نیست. ما رسما به مردم اعلام میکنیم که آقا وزیر جنگ ما دروغ میگه، به تمام خبرنگارای دنیا اعلام میکنیم آقا وزارت اطلاعات ما رئیسش دروغ میگه، رئیس جمهور ما دروغ میگه و میتونه راست بگه، شما باید پیدا کنید راست بگه دروغ میگه، ما اعلام میکنیم به همه. حالا این میشه قسمت یکش، یعنی شما حساب کنید که سعدی در این برنامه قشنگ توضیح میده زندگی کردن رو چیکار باید بکنید. باب دوم در اخلاق درویشان، یعنی در باب دوم جناب آقای سعدی داره راجع به عرفا حرف میزنه، ریستارتی هایی که صوفیسم رو پیدا کردن حرف میزنه. شروعش هم با یه داستان دوباره شروع میشه. یکی از بزرگان پارسایی را گفت چه گویی در حق فلان عابد که دیگران در حق وی به طعنه سخنها گفتن. چی میگوی راجع به عمر؟ پس در باب اخلاق درویشان سعدی داره به ریستارتی ها یاد میده که راجع به ادیان، راجع به گروه ها، راجع به افراد چجوری فکر کنن. باز هیچ رفتی به مردم نداره. مردم اگر این خط به خط سعدی رو حفظ کنن و انجام بدن وسط جهنمن. ایلیا ابن عمران گفته، علی ابن ابی طالب، چه زنا کنی چه نماز، خال مادر سرویسه. چرا؟ چون الذین آمنوا و عملوا الصالحات، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. اول باید ایمان بیاری، اونو پیدا کنی، بعد عمل الصالحات. اول اصول دین سوفیسم که، بعد فروع دین. پس شما الان یه استارتی هستی، دوست نداری وارد سیاست بشی. مثل یکی از اینا گفتش که فلان یه استارتی رو جمهوری اسلامی گرفت اما حسینی از او دفاع نکرد. بعد ازش پرسیدم کی گرفت؟ آبان 98. گفتم خب گوه خوردی مادر قایه، برای چی رفتی آبان 98 بیرون؟ ما 96 الان بازش به خونه دادیم. ریستارتی ریستارتیه که دستورات لیدرش گوش میکنه. لیدر ریستارت گفته بیا بیرون، حالا گفته برگرد خونه. دفاع نکردیم که آبان 98 خودش نشونه است که ریستارتی نیست. از آبان 98 برای چی تو قیابون بودی تو؟ حالا شما یه استارتی هستی که در حکومت سهمی نداریم، مال بچه اداره برقی و چند تا یه استارتی رو میشه دوستشون داری؟ به تو چه درسی میده؟ میگه اجازه داری حرف بزنی؟ اجازه پخش برنامه داری؟ کتاب یعنی نشخار، اصلا تو اصلا حق داری کتاب، اصلا هر کسی کتاب چاپ میکنه حتما تو جهنمه. کتاب یعنی نشخار، من اینجا دستشویی کردم تو این یه نوشتم. این آقایی که میبینی کتاب نوشته به نام سعدی اجازهش حرف داده، چقدر با کتاب نابود شده، چقدر بیشرف ها و کسافت ها کتاب نوشتن و الان همینطوری چیزی توشون رو دارن زعی که میکشن اونور کتاب داره. شما کی هستی کتاب نوشتی؟ کتاب اینه من چیز میدانم، بخون دیدی من فهمیدم بزغاله. یعنی از کسی کتاب نوشته یعنی منیت داره. بعد خیلی میگفت شما این همه مطالب علمی و عرفانی و اینا حرف میزنی چرا کتابش نمیکنی؟ کتاب کنم، کتاب یعنی اصلا کتاب وقتی شروع میشه یعنی من میخواهم چیزی بنویسم برای دیگران. آیا میدانید من میدانم؟ اصلا ضد ریستارت. سقراط میگه هم میدانم که نمیدانم، این میگه من میدانم من چی میدانم. آیا کتاب بنویسه مادر قهوه است، بی‌ناموسه. اگر تجاوز بکنی تو کلش حقشه، بشاش زیگزاگ که صورتش حقشه. بی‌ناموس فکر کنه میداند که نوشته. چجوری تو با چه جرأتی کتاب می‌نویسی؟ انتقال علم، انتقال علم در شریعته. انتقال علم یعنی که یک حوزه تولید میشه، مسیحی‌ها میرن اونجا کشش میشن، کتابی رو میخونن، این انتقال میده به دیگری.
نه نمیتونه انتقال بده، من کتاب خوندم 7000 تا کتاب خوندم انتقال بدم به بچه‌م؟ نه نمیتونه انتقال بده. که اونی که انتقالیه سلسله است، یعنی یک صوفی انتقال بده به صوفی دیگه. چرا؟ چون اون علمه که میشه انتقال داد، علم کسی نمیشه انتقال داد، اون سواده که دارید انتقال میدی. یعنی من میخونم نور یه حالت داره، همینطوری درس میدم نور یه حالت داره، یه مش گاوم گوش میکنم میرم میگن یه نور یه حالت داره، بعد یه آقای مثل حسینی میاد میگه نور سه حالت داره، نه بهش رسانه میدن که بیا ثابت علمی کنه، نه راجبش حرف میزنه، سانسورش میکنن. اونم آیه رو خونده میگه و تواصل بالحق و تواصل بالصبر. پس حالا شماره یه ساعتی اوکی، نظر راجع عمر چیه؟ راجع فلان آدم چیه؟ اینجا توضیح میده. پس تو اگه یه ساعتی وارد سیاست نشدی اینو بخون، ببین چجوری تو زندگی تو جامعه و زندگی کنی. یکی از بزرگان پارسایی را گفت چه گویی در حق فلان عابد عمر که دیگران در حق وی به طعنه شیعیان یه چیزی میگوین. آقای سنی چه گویی در فلان حق علی که دیگران در فی به طعنه چنین گوین؟ گفت بر ظاهرش عیب نمی بینم و در باطنش غیب نمی دانم. تو ظاهرش عیب نمی بینم، تو باطنش هم غیب نمی دانم. هر که را جامعه پارسا بینی، یعنی کشیشه، لباس کشیشی پوشیده، خاخامه، لباس خاخامی پوشیده، آخونده، لباس آخوندی پوشیده، هر که را جامعه پارسایی بینی، جامعه همین سعدی میگه نه همین لباس زیباس نشان آدمیت، یعنی آقایی که دانش پژوهی و رفتی دنبال جنین، جنین شناسی باز کردی، فکر می‌کنی داری آدم تولید می‌کنی، نه همین لباس زیباست، یعنی این بدن و روح حیوانی من لباس زیبا نیست، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، یعنی تو هر چی پیشرفت کنی نمیتونی روح انسانی و روح الهی تولید کنی، نمیتونی بچه‌ای تولید کنی که بره تو بهشت. پس تو چه با مادر عمت ازدواج کنی یا مادر خالت ازدواج کنی یا مادر دوستت ببری اون پشت، هیچ فرق نمیکنه، هر چی میکاری یک موجودیه که میره تو جهنم. این به راه پیشرفت پیدا نمیکنه، یه نطفه لجن کثیفه اسمش حیوانه و تو تو صداش میکنی پسرم. سعدی نمیگه، میگه تن آدمی شریفت به جان آدمیت، یعنی اون روحی که صوفیسم توسط اللهو دمیده شد به یک حیوان شد اسمش الله، اون روح برای بشر تبدیل کرده به انسان. 7 میلیارد حیوان یه عده انسان، مگر اینکه حیوانی رو عیسی انسان کنه. از تن آدمی شریفت به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست میسازیم بچه، حالا ببین راه میره نمیسازی، شما بچه نمیسازی، شما حیوان میسازی، من هم میتونم بسازم. و تو این همه زحمت تو آسمانشگاه، من یه بز میبرم با یه دختر بز میبرم اون پشت توی یه اتاق، یه کاری دو تا شک بزنم، یه کاری میکنن بز بعدی میاد بیرون، کاری نداره، چرا اینقدر درس بخونم؟ یکی از بزرگان فلان هر که را جامعه پارسا بینی، پارسا دان و نیک مردانگار، و ندانی که در نهانش چیست، محتسب را درون خانه چه کار؟ این پلیس بیشتر اونجا فکر کنم این عوضیه. درویشی را دیدم، حکایت بعدش، درویشی را دیدم سر بر آستان کعبه میمالید که یا غفور یا رحیم. یادتون باشه هر وقت سعدی میگه رضی الله عنه، یعنی که او یارو داره خطاب میکنه اون سنیه، هر وقت میگه رحمت الله علیه یعنی این شیعه. کلمات و خطابی که به افراد میکنه یک مفهوم پشت داره. اینجا میگه درویشی را دیدم، وقتی میگه درویشی داریم این حتما ریستارتی بوده، یعنی این آدم وصل بوده به امام زمان.
میگه درویشی را دیدم سر بر آستان کعبه همی مالید و میگفت یا غفور یا رحیم، تو دانی که از ظلوم جهول چاید. از احمق نادان ظالم تو میدینی. لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو میدونی عذر تقصیر خدمت آوردم که ندارم به طاعت استهزار. آسیان از گناه تو بکنن، عارفان از عبادت استغفار. سندش این بیت هم سند همون درویش بودن یاره. میگه بقیه مردم میان اینجا سرشون میمونن به کعبه، چرا؟ از گناه توبه میکنن. ببخشی خدا یه گوهایی خوردی، ماره ببخش ببر تو بهش. ما که درویش باشی، تو اگر تو عرفان باشی و تو تصوف باشی، تو نمیای میگه خدا یا گناهان مرا ببخش، میگه خدا یا گوه خوردم، این چه نمازی بود بخونده بابا؟ اطاعت تو عبادتش ازغایی میکنی. نتونستیم اونجوری که پدر ما بودی بهت لطف کنیم، دست تو ببوسیم. دو زاویه نگاه متفاوته. یکی میاد میگه سلام بابا ببخشید ماشینت پنچر کردم. یکی میاد میگه بابا من ماشینتو شستم ولی ببخشید خوب نشستم. عذر تقصیر خدمت آوردم، عذر تقصیر خدمت آوردم که ندارم به طاعت سهزار استظهار. آسیان از گناه توبه کنن، عارفان از عبادت استغفار. آیا تو یه همچین درویشی هستی؟ سعدی داره خوش حرف میزنه دیگه. این که با مردم نیست که، مردم که فرق نمیکنه، نماز بخونن زنا کنن بازم مگر فرق نمیکنه؟ رجوع تو حرف بزنه. عابدان جزای طاعت خواهند و بازرگانان بهای بضاعت. من بنده امیدوار آمدم، نه طاعت و به دریوزه‌ای آمدم، نه به تجارت است، نه بی ما انت اهل عربی. من خوب نیست ببخشید. بر در کعبه سائلی دیدم که همی گفت دمی که دستی خوش، می نگویم که طاعتم بپذیر، قلم عف بر گناهم کش. اونجا هم خش میخونن خوشو. پس در باب اول میخوای تو ریستارت اپوزیسیون ریستارت خدمت کنی به بشر، در سیرت پادشاه رو بخون، چون در وارد اپوزیسیون ریستارت بشی، ریستارتی هستی که وارد اپوزیسیون ریستارت شدی. من ریستارت هم در اپوزیسیون ریستارت نیستم، در اخلاق درویشان رو بخون. اون داره به تو یاد میده که اگر عضوش نیستی نمیتونی حالا راجع به فلان خاخامه حرف بزنی. فلان آخوند هست تو مملکت سر تو نمیتونی حرف بزنی. باب سوم در باب قناعت، باب چهارم در باب فواید خاموشی است. قشنگ اومده دونه دونه. باب پنجم در عشق و جوانی. مثلا در عشق و جوانی حسن میمندی را گفتند سلطان محمود چندین بنده صاحب جمال دارد که هر یکی بدی جهانی اند، چگونه افتاده است که با هیچ کس از ایشان میل و محبتی ندارد و چنان که با ایاس که حسن زیادتی ندارد گفت هر چه به دل فرود آید در دیده نکو نماید. گفت آقا این سلطان محمود این همه دختر خوشگل و حوری و از هر کشوری یه چیزی ریخته وسطش، اینا با اینا نمیره اون پشت یواشکی، این عیاض رو میدونه اون پشت. بعد عیاض ده خوشگله، ده قیافه داره، برای چی با عیاض میره اون پشت؟ جواب میده گفت هر چه به دل فرو آید در دیده نکو نماید. هر که سلطان مرید او باشد گر همه بد کند نکو باشد، وان که را پادشه بیندازد پسش از خیلی خانه ننوازد. کسی بدید انکار اگر نگاه کند نشان صورت یوسفی دهد به ناخوبی، و اگر به چشم ارادت نگاه کنی در دیو فرشته‌ای نماید به چشم کروبی. و
میگه اگه به دیده انکار کسی نگاه کنی، انکار نگاه کنی، حتی یوسف هم بیاره میگه خوب نیست، اما اگه به چشم کروبی بهش نگاه کنی، دیو هم بیارن میگی دیو چو بیرون رود نرو، فرشته باش بیا. خب پس این در ضعف و پیری بالای 60 سالته، میخوای نگاه کنی ما امپراتوری پارس رو تولید کردیم، اوکی، حالا بالای 60 سالته میخوای چیکار کنی برای جامعه؟ در عنفوان جوانی هستی، این بحث رو باید بخونی، در عشق و جوانی چند سالته؟ 30 سالته. روش تولید بچه چجوریه؟ بچه تولید میخوای چیکار کنی؟ میخوای در اپوزیسیون بیستا بعدا چیکار کنی؟ حکومت آریستوکراسی میخوام بیاریم چی میخوای؟ چه حرکتی میخوای بکنی؟ در تاثیر تربیت آقا معلم معلمی این در تاثیر تربیت میخوام بخونم، مگه نمیخوای بری دانشگاه درس بدی؟ مگه نمیخوای بری فیزیک درس بدی، ریاضی درس بدی؟ مگه نمیخوای درس اخلاق بدی؟ باید حتما اینو بخونی. نمیفهمی؟ میدونم نمیفهمی، باید تفسیر بشه. اما در تاثیر تربیت داره به طور یه سارت میگه. پس گلستان سعدی 8 تا قسمت داره، هر قسمتش به گروهی از ریه سارتیا در اون قسمته و در آداب صحبت، گوینده، مجری، بازیگری، نویسنده، نقاشی، نقاشی صحبته، نقاشی مجری صحبت میکنی. میخوای در آداب صحبت چیزی بفهمی؟ پس ببین، پس جامعه آینده امپراتوری پارس را سعدی به 8 قسمت تقسیم کرد و هر قسمت کل مردم جامعه کشور تو این 8 قسمت هم. هر قسمت بری استارتیه داره میگه یواشکی چیکار کنی. تو عنفوان جوانی نمیگه دروغ بگو، میگه ولی وزیری دروغ بگو، گور پدر از این گوش نکن، میبریم تو بهشت. دروغ باید بگی بری تو بهشت. پس مخاطب در کل سعدی باری استارتی هاست، مخاطب در هر برنامه این قسمت با اون ریستارتی هاست. یعنی اگر شما فرمانده سپاه نیستی، گوه میخوری که راجب سیرت پادشاهان چیزی بخونی، چون چیزی نمیفهمی و غلط میکنی که حرفایی که در سیرت پادشاهان گفته عمل کنی. مخاطب اندر مخاطب. این مشکل اساسی سوفیسم هست. چه ریستارتی ها اولا نمیدونن که هرچی سوفیسم میگه مربوط به اون هست، هرچی صوفیان میگن مربوط به اون هست. ای به کسان میگرن و احسان خیش. اگر احسانی در خیش دیدی، باید اون بگه تو ما احسانی در خیش هستی، اون با تو داره حرف میزنه. همین خاطر تو فضای مثلا نشستی داره سعدی خونده میشه یا حافظ داره خونده میشه، اون بیتی که نیت میکنی بهت واسه تو میاد و تو داره میاد. و هر صوفیسمی که میاد متاسفانه چون دریایی از تفکر و اندیشه و اینا هست، روش حکومتداریش بر عدالته. یعنی هو میاد تو بدن حسینی، حسینی چای زیاد میخوره، پس میشه صوفیست بی که چای زیاد میخوره، کافی نمیخوره. پس حسینی اثر انگشت جدیدی از هوه. ممکنه نفهمیده باشی اینو بگم، بفهمیم و بریم بعدها قسمت بعد. یعنی میری تو اداره دکمه رو فشار میدی، انگوشتی میذاری اینجا، دروا میشه میری تو. حالا یکی دیگه میاد اینجوری میکنه، مینویسه شما حسینی نیستی اصلا، اون اثر انگوش دیگه ایه، اصلا انگوش شما نیست دیگه. حالا شما انگوش ننت میبری اونجا میذاری، احترام مادر، به نام حسینی باز نمیشه. پس سوفیسم قبلی یا اثر انگوش خودش رو، ایمان به اثر انگشت صوفیسم قبلی، هیچ
سودی برای شما با ایمان به اثر انگشت سفید بعدی نداره، چون اصلا هو وقتی میدمه در یک شخصیتی که این شخصیت داره سوفیسم میشه، اثر انگشت این سوفیسم تو رو نجات میده، نه سوفیسم قبلی. ما قال صادق، نه قال باقر. به برنامه های قبل بدون شرط توضیح دادم تا محمد باقر نماز اینجوری میخونه، جعفر صادق دستشو باز کرد، گفتن دستتون درد میکنه؟ گفت نه. بعدها میفهمی، بعدها میگن شیعه جعفری. حالا اذان بگو. یارو گفت الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حی علی السلام و الصلاه اشهد ان امیر المؤمنین علی ولی الله. وات امیر المؤمنین اسم فک و فامیل داریم یعنی قربان؟ این اذان از اول این شکلی بوده؟ و از الان این شکلیه. اشهد ان امیر المؤمنین علی حجت الله. قربان اثر دست باز کردن حل نشده. حالا فساد مناره ما بریم بگیم اشهد ان امیر المؤمنین علی ولی الله، ما رو میگیرن که گرفتن حنبلی رو. این چهار تا سنیایی که میبینی میگن مالکی حنبلی شافعی، نه حنبلی رو گرفتن، حنبلی اومد اینجا گفت اشهد ان علی ولی الله، بعدش گفت گفتن بات گفت آقا حاکم گفته که چهار تا گروه رو تایید کرده، گفته حنبلی یعنی من، حنبلی همه پیروان من رو تایید کرده، آگه شما مگه یاران من نیستین؟ من میگم ماشاءالله علی ولی الله، بردنش وسط میدون شلاقش زدن تا توبه کرد. همین گروه حنبلی ها به سنی فش میدی، ریستارتی بود حنبلی دی خب گرفتنش. وات و جعفر از الان اثر انگشت من مهمه، من تعیین میکنم از الان. دستا رو باز کنید. اشهد ان علی ولی الله، اینم بگیرید. تا این چیه؟ مهر. از الان دیگه مهرم میزنیم. کل اسلام دو قسمت تقسیم شد، اسلام باقریه، اسلام عمریه، اسلام ابوبکریه، اسلام علیه، اسلام حسنیه، اسلام حسینیه، اسلام جعفریه. سوفیسم الان اصلا نگاش خودشه، خودشه، هو رفته تو خودش جاوا کرده، شده یه اثر انگشت هو این بار در این سوفیسم. پس به هر دوری یک اثر انگشتیه، ولی قائم است، آزمایشه، هر گروهی با اون اثر انگشت دائم است. مرسی که برنامه رو گوش کردید. بدرود.